سلام، با ما باشید با مشروح خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم. آوا آذری هستم. ابتدا سر خط خبرها. بریتانیا اعلام کرد نماینده‌ای به مراسم تحلیف حسن روحانی اعزام نمی‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا با توجه به تحریم نفت ایران اعلام کرد درآمد 982 میلیارد دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس از صادرات نفت. دولت کانادا در دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی اعلام کرد همچنان منتظر اجرای عدالت هستیم. شاید در هیچ مراسم تحلیفی از رؤسای جمهور ایران به اندازه مراسم تحلیف حسن روحانی گمان زنی ها از حضور و عدم حضور مقامات داخلی یا خارجی در آن مراسم زیاد نبوده است. کمتر از 10 روز مانده به مراسم تحلیف و در حالی که مقامات ایرانی خبر دادند که همه مقامات کشورهای خارجی به جز آمریکا و اسرائیل به این مراسم دعوت شدند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که نماینده‌ای از سفارتخانه‌های خود را به مراسم تحلیف می‌فرستند. بریتانیا اما اعلام کرده از آنجا که سفارت این کشور از سال 1390 در تهران تعطیل است، بریتانیا نماینده‌ای را به مراسم نمی‌فرستد. خبری که البته به مذاق برخی در خود این کشور نیز خوش نیامده است. داگلاس الکساندر، مسئول امور سیاست خارجی در حزب کارگر، گفته که عدم اعزام نماینده به مراسم تحلیف آقای روحانی تصمیمی نادرست و به معنی از دست دادن فرصت است. از سوی دیگر جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، نیز در گفتگویی با روزنامه گاردین در مورد اما و اگرهای بسیار درباره حضورش در مراسم تحلیف روحانی توضیح داده که دعوتنامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده است. محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، از جمله شناخته شده ترین چهره های داخلی است که پیش از این اعلام شده بود به این مراسم دعوت نشده. مراسم تحلیف آقای روحانی قرار است روز 13 مرداد برگزار شود. رئیس جمهوری بر اساس قانون پس از مراسم تحلیف 10 روز مهلت دارد که اعضای کابینه‌اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. حالا سوال این است که مجلس اصولگرا چگونه در دادن رأی اعتماد به کابینه روحانی عمل می‌کند؟ در روزهای اخیر در اظهار نظرهای متفاوت به خصوص از طرف طیف اصولگرا از آقای روحانی خواسته شده که در چینش اعضای دولت استقلال را رعایت کند. امروز اسماعیل جلیلی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت در مجلس، گفته در صورت انتخاب وزیران به گفته او تندرو، امکان عدم رأی اعتماد مجلس به 3 یا 4 وزیر وجود دارد. در اظهار نظر دیگری رمضان شجاعی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم گفته برای انتخاب وزرا با کمیسیون‌های مجلس مشورت نشده و خدای ناکرده به دلیل غافلگیر شدن اعضای این کمیسیون و عدم شناخت کافی نمایندگان ممکن است تعدادی از وزرای پیشنهادی موفق به اخذ رأی اعتماد نشوند. علت خط و نشان‌هایی که برای حسن روحانی در تشکیل کابینه کشیده می‌شود چیست؟ این پرسشی است که با محمد جواد اکبرین، سردبیر روزنامه اینترنتی راه دیگر، در میان گذاشتیم. آنچه که این روزها در جریان هست از فشاری که برخی از اصولگرایان روی آقای روحانی میارن و شرط و شروط میذارن به این معنا که باید کابینه اون ترکیبی رو داشته باشه که ما میخوایم، در واقع خلاف عرف سیاسی، عرف رقابت سیاسی و پرنسیپ رفتار سیاسی در همه جای دنیا است. من فکر میکنم یک نمونه نادری هست که در تاریخ تجربه سیاسی قابل ثبته. علتش اینه که در همه جای دنیا وقتی یک انتخاباتی برگزار میشه، یک گفتمانی مطرح میشه، اون گفتمان نامزد مورد نظر خودش رو به جامعه معرفی میکنه. اگر اون نامزد شکست میخوره در انتخابات یا شکستش اعلام میشه، 2 فرض داره: هواداران اون نامزد یا انتخابات رو اصلا قبول ندارن و مخدوش میدونن، قاعدتا اعتراض میکنن، شکایت میکنن. خب حکومت هم قاعدتا باید رسیدگی حقوقی به مسئله داشته باشه، هیئت داوری هست، محکمه‌ای هست و در واقع مرکزی هست مورد قبول و مورد اعتماد توده مردم که به این موضوع رسیدگی میکنه. اما فرض دیگری هستش که خیر، انتخابات رو قبول دارن
میپذیرن شکست نامزدشون رو و طبیعتاً کنار میرن و عرصه رو به دست رقیبی میسپارن که برنده انتخابات شده. اما وضعیتی که این روزها ما داریم میبینیم هیچ یک از این دوتا نیست، یعنی یه جریانی در طیف‌های مختلفش نامزد داشته تو انتخابات، تمام نامزدهای گفتمان اصولگرایی در این انتخابات شکست خوردن و در این حال انتخاباتی که برگزار شده سلامتش رو قبول دارن و انتخابات مقبول نظر اونهاست، یعنی معترض به تقلبی در انتخابات نیستن. نتیجه انتخابات رو میپذیرن که انتخابات سالم برگزار شده، اما میگن نامزد رقیب ما که پیروز شده باید نظرات ما رو پیاده بکنه و مثلا به دو تا از چهره های سیاسی نامدار ایران مثل آقای خاتمی و آقای هاشمی که باعث پیروزی او شدن و از علل اصلی پیروزی این آقا هستن به اونا پشت بکنه و خواسته های اونها رو اجابت نکنه. این توقع و این نوع رفتار به نظر من قابل ثبت هست در تاریخ تجربه سیاسی دنیا و بسیار رفتار نادری به نظر میرسه. از آقای اکبرین همچنین پرسیدیم آیا اصولگرایانی که برای حسن روحانی در معرفی اعضای کابینه اش به مجلس خط قرمز تعیین میکنند از یک جناح حسن یا طیف های مختلفی را در بر میگیرند؟ نه خیر، من تصور نمی کنم که جبهه اصولگرایان به معنای کلی کلمه چنین دیدگاهی رو داشته باشند. ببینید، در اصولگرایان ما افراد با تجربه عاقل و معتدلی داریم که اونها آداب رقابت سیاسی رو بلدند، ادب پیروزی دارند، ادب شکست دارند. خب اینها طبیعتا در این روزها شکست رو پذیرفتند. برخی از تحلیلگراشون به صراحت اعلام کردند که گفتمان اصولگرایی در انتخابات شکست خورده. یکی از تحلیلگرهای معتبرشون آقای امیر محبیان چندی پیش به اونها هشدار داد که بشینید بررسی بکنید ببینید چه کردید که جامعه شما رو قبول نداره و به کسی رأی داده که گفتمانش نقطه مقابل گفتمان شماست. خب اینها طبیعتاً هستن. این روزها من میبینم برخی از مقالات روزنامه رسالت هم که متعلق به جریان راست سنتی هست، اون هم نشون میده که شکست رو پذیرفته و معتقدن که باید زمینه رو برای حرکت رئیس جمهور فراهم کرد، رئیس جمهور منتخب، و اجازه داد که او دستش باز باشه در چیدمان کابینه و پاسخگویی به مطالبات مردمی که به او رأی دادن. اما بخشی از اصولگرایان رفتارشون قاعدتا توصیف میشه به مثلا تندروی یا دوستان که خیلی میخوان سریعتر حرف بزنن اونها رو فاشیست های وطنی توصیف میکنن. اونها کسانی هستن که همونطور که عرض کردم ایده مضحکی رو مطرح میکنن، یعنی میگن که بله در انتخابات یک آقایی که رقیب ما بوده پیروز شده، اما باید حرفای ما رو عملی بکنه. نماد این جریان روزنامه کیهان هست که این روزها به صورت بسیار خشمگینی علیه تمام نمادهایی که در انتخابات اخیر پیروز شدن موضع گیری میکنه و در واقع انکار میکنه دلایل اصلی پیروزی آقای روحانی رو در این انتخابات. به عبارت دیگه، اگر نتیجه این انتخابات این نمیشد و کسی مثل آقای جلیلی که مورد قبول کیهان بود رأی می آورد، کیهان دقیقاً همین توقعاتی رو مطرح میکرد که الان داره از آقای روحانی مطرح میکنه. گفتگوی ما رو با محمد جواد اکبرین شنیدید که از پاریس بود. سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با ارسال کنندگان گزارش‌های خبری تصویری به شبکه‌های بیگانه برخورد خواهند کرد. این خبر را باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک مقام امنیتی که البته نامی از او برده نشده منتشر کرده است. شهروند خبرنگار نوعی از شیوه خبرنگاری است که شهروندان عادی با عکاسی، فیلمبرداری و حتی نگارش وقایع آن را در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر
منتشر می کند. حالا یک مقام امنیتی از فعالیت های شهروند خبرنگاران در ایران با عنوان جاسوسی برای کشورهای غربی نام برده است. این مقام گفته سرویس های جاسوسی غرب پس از جمع‌آوری اطلاعات رایگان بخشی از آنها را در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار داده و بخشی دیگر را به منظور سیاه نمایی منتشر می کند. و حالا نوبت می رسد به اخبار کارگری امروز. دبیر انجمن ریختگری: در دو سال اخیر بیش از یک سوم کارگران ریختگری تعدیل شدند. دبیر خانه کارگر قزوین: دو بیمارستان تأمین اجتماعی در قزوین جوابگوی 800 هزار بیمه شده نیست. یک کارگر مغنی در قیامدش به داخل چاه سقوط کرده و کشته شد. 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا بین 2 تا 4 ماه است حقوق دریافت نکردند. شرکت ایریکو ابهر، بزرگترین کارخانه واگنسازی ایران، به دلیل مطالبات از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در آستانه تعطیلی قرار دارد. بانک مرکزی ایران امروز نرخ تورم نقطه به نقطه را در 3 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته 43% اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه تورمی است که بر اساس مقایسه یک دوره زمانی در یک سال با همان دوره زمانی در سال پیش از آن به دست می آید. اما آنچه بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال اعلام کرده با آنچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گفته بود اختلاف دارد. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تنها 2 روز پیش این رقم را 61% عنوان کرده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز اوایل خرداد ماه سال جاری با تایید تورم بالا در کشور گفته بود ما سعی کردیم تورم را کنترل کنیم اما توانمان در همین حد است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس از افزایش صادرات و درآمدهای نفتی خود با توجه به افت چشمگیر فروش نفت ایران نفع می‌برند. در این گزارش که روز گذشته منتشر شده، آمده است که درآمد خالص فروش نفت کشورهای عضو اوپک بدون محاسبه صادرات نفت ایران در سال گذشته در مجموع 982 میلیارد دلار بود است که این رقم از سال 1975 تا کنون بی سابقه بود است. این گزارش می‌افزاید درآمدهای نفتی کویت و امارات متحده عربی به بیشترین رقم از سال 2004 رسیده و عربستان سعودی با فروش 312 میلیارد دلار نفت رکورد جدیدی در درآمدهای نفتی به جای گذاشته است. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، عراق هم توانسته صادرات نفت خود را که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی در دوره صدام حسین به شدت کاهش یافته بود، به شکل سریع احیا کند. این کشور در سال 2012 بیشترین رقم صادرات نفت خود از سال 2004 را رقم زده است. 20 شرکت خارجی در فهرستی قرار گرفتند که سازمان خدمات مالی نیویورک آمریکا عملکرد آنها را در زمینه نقض تحریم‌های ایران بررسی می‌کند. ایالت نیویورک قلب فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده و از قطب‌های مالی اقتصاد جهان به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان خدمات مالی نیویورک همچنین از شرکت‌های ارائه دهنده بیمه اتکایی خواسته تا درباره تمهیدات به اجرا گذاشته شده برای رعایت جدیدترین تحریم‌ها علیه ایران توضیح دهند. ایالت نیویورک آمریکا حدود 1 ماه پیش بزرگترین بانک ژاپنی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران 250 میلیون دلار جریمه کرد. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر که از 22 تیر ماه در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب قضا زده بودند به زندان اوین فرستاده شدند. تلفن های زندانیان سیاسی زندان کارون اهواز از روز یکشنبه قطع شده است. پایگاه اینترنتی سهام نیوز:
با وجود برخی شایعات، مهدی کروبی همچنان در حصر به سر میبرد و از ناراحتی کلیوی و ریوی رنج میبرد. شاهین دادخواه، زندانی سیاسی، پس از اعتراض به عملکرد نیروهای امنیتی به بند انفرادی زندان اوین منتقل شد. محمد البراهمی از شخصیت‌های اپوزیسیون تونس صبح امروز به ضرب گلوله ترور شد. البراهمی دبیرکل سابق حزب ملی تونس است که از احزاب سکولار این کشور به شمار می‌آید. به گزارش رسانه‌های تونس، قاتلان البراهمی به سمت او 11 گلوله شلیک کردند. پس از ترور براهمی، معترضان در مناطق مختلف به خیابان‌ها آمده و علیه حکومت اسلامگرای تونس که حزب نهضت در رأسان قرار دارد تظاهرات کردند. در پایتخت تونس هزاران نفر روبروی وزارت کشور تجمع کردند. در منطقه سیدی بوزید، زادگاه براهمی، معترضان ساختمان حزب نهضت را به آتش کشیدند. این دومین ترور سیاسی پس از انقلاب 2.5 سال پیش در تونس است. حدود 6 ماه پیش شکری بلعید، یکی دیگر از شخصیت‌های سکولار منتقد دولت تونس، ترور شد. محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین مصر، در پیام هفتگی خود برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور از قدرت را مشابه با ویران ساختن کعبه دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بدیع از هواداران خود خواست برای مقابله با آنچه کودتای نظامی نامید از اعتراض باز نایستند. 3 هفته پیش ارتش مصر محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات میلیونی مخالفانش از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. مرسی خود از اعضای گروه اخوان المسلمین است. از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تحویل 4 جنگنده F-16 را به مصر به حال تعلیق درآورد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دلیلی برای این اقدام اوباما ارائه نکرد. ارتش مصر سالانه 1.3 میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کند. بر طبق قانون آمریکا، چنانچه واشنگتن بر کناری مرسی را کودتا بداند، نمی‌تواند به ارائه کمک به مصر ادامه دهد. و به سوریه می رویم. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نسبت به عواقب دخالت نظامی بی برنامه در سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمپسی به خبرنگاران گفته است هر گونه دخالت بدون برنامه می تواند سوریه را به کشوری ناموفق و شکست خورده تبدیل کند. این در حالی است که کنگره آمریکا به دولت این کشور اجازه کمک تسلیحاتی به مخالفان حکومت سوریه را اخیراً صادر کرد. از سوی دیگر، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه جرمانای دمشق، پایتخت سوریه، دست کم 6 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در این کشور از آغاز ماه رمضان تا کنون را بیش از 1900 نفر اعلام کرد. و شامگاه گذشته، خروج یک قطار از ریل در نزدیکی شهر سانتیاگو اسپانیا دست کم 78 کشته و حدود 130 زخمی بر جای گذاشت. یک منبع آگاه درباره دلیل این حادثه به خبرگزاری رویترز گفته است سرعت زیاد باعث خروج قطار از ریل شده است. پلیس اسپانیا راننده اصلی قطار را برای انجام تحقیقات بازداشت کرده است. یکی از رانندگان قطار گفته است که قطار با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حال عبور از یک نقطه انعطاف بود که از ریل خارج شد. تصاویر منتشر شده از لحظه حادثه نشان می‌دهد قطار به سرعت به سمت یک نقطه انعطاف در نزدیکی یک دیوار می‌رود و از ریل خارج می‌شود. و حالا نوبت می‌رسد به یک جمله و یک خبر. محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس: دارو مرغ نیست که بگوییم مردم یک هفته نخورند. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه: دشمن از نتیجه گیری در مواجهه نظامی با ایران کاملا ناامید شده است. محمود احمدی نژاد: در سالهای اخیر در سرعت کاهش نرخ کشته های جاده ای در دنیا رتبه اول را داشته ایم. دولت کانادا در 10مین سالگرد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی، در بیانیه اعلام کرده که همچنان منتظر اجرای عدالت در مورد عاملان مرگ این خبرنگار است. در این بیانیه که از سوی جان برد، وزیر خارجه کانادا، منتشر شده و سفارت این کشور در لندن آن را در اختیار تلویزیون رها قرار داده، همچنین از دولت مردان ایران خواسته شده تا به خواسته ملت ایران
مبنی بر انجام تغییرات توجه کنند. زهرا کاظمی در سال 82 و هنگامی که از تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین عکس می‌گرفت، بازداشت شد، اما کمتر از 20 روز بعد مقام‌های ایران از مرگ او در بازداشتگاه اوین خبر دادند. در تحقیقاتی که بعداً از سوی نهاد ریاست جمهوری آن زمان انجام گرفت، اعلام شد که خانم کاظمی در اثر شکستگی جمجمه ناشی از حمله فیزیکی جان باخته است. کانادا خواستار آزادی حسین کاظمینی بروجردی، روحانی محبوس در زندان اوین شد. کاظمینی بروجردی که گفته می شود مخالف تئوری ولایت فقیه و همچنین دخالت دین در سیاست است، در سال 1385 بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شد. آندره بنت، نماینده رسمی دولت کانادا در امور مذهبی، امروز در بیانیه ای خواستار آزادی هرچه سریعتر این روحانی شیعه و درمان او شده است. محمود فرازنده، سفیر ایران در اندونزی، از مهاجرانی که قصد دارند به صورت غیرقانونی به استرالیا بروند خواست برای بازگشت به ایران از طریق سفارت اقدام کنند. دو روز پیش در فاصله حدود 5 کیلومتری سواحل جاوه یک کشتی که حامل پناهجویان ایرانی و سریلانکایی بود و به سمت استرالیا حرکت می کرد غرق شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فرازنده افسوده در بین ایرانیانی که دچار حادثه شدند هر فردی بلیط هوایی بازگشت به تهران را داشته باشد می تواند با مراجعه به سفارت زمینه های بازگشت به کشور را فراهم کند. اشاره سفیر ایران در اندونزی به برخی شایعات در مورد عدم اجازه بازگشت مهاجران غیرقانونی ایرانی به کشور توسط دولت اندونزی است. آقای فرازنده تاکید کرده اندونزی فقط برای کسانی که اقامت غیرقانونی داشتند پرونده تشکیل می‌دهد. در تازه ترین خبری که امروز خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، شمار تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان ایرانی و سریلانکایی 11 نفر عنوان شده است. این خبرگزاری به نقل از پلیس اندونزی گزارش داده که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی امروز از آب گرفته شد. و نوبت میرسد به نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 100 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه در بازار تهران 31500 ریال فروخته شد. پوند بدون تغییر نسبت به روز گذشته 48300 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز بدون تغییر 41900 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 100000 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه 10280000 ریال در بازار تهران معامله شد. جلسات درس اخلاق دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در قم در شب‌های ماه رمضان امسال چهره‌ای جنجال برانگیز دارد. محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمی قم، نام او این روزها البته تنها محدود به شب‌های رمضان نمی شود. موضوع حمله به علی لاریجانی در 22 بهمن ماه در قم حادثه است که نام مصباح یزدی و جبهه پایداری جریان سیاسی وابسته به او را بر سر زبان‌ها انداخته. جزئیات بیشتر انتقادات مطرح شده از این روحانی محافظه‌کار را در گزارشی ببینید که همکارم آماده کرده. در روزهای پایانی کار دولت احمدی نژاد، انتقادها نسبت به یکی از تندروترین حامیان او، محمد تقی مصباح یزدی و جریان سیاسی وابسته به او جبهه پایداری، شدت گرفته است. در حالی که آقای مصباح سخنران شب‌های ماه رمضان در دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم است، برخی از مؤسسه‌های وابسته به او متهم به دخالت در حمله به علی لاریجانی و برهم زدن سخنرانی او در 22 بهمن سال 91 در قم هستند.
آنگونه که رسانه‌های اصولگرا نوشتند، مصباح یزدی در تازه‌ترین سخنرانیش این بار مردم را به درک پایین و بی‌بصیرتی متهم کرده و گفته است مردم گمان می‌کنند اگر شخصی در گذشته فرد بزرگی محسوب می‌شده، باید همواره مورد احترام باشد و حرفش زمین گذاشته نشود. این سخنان آقای مصباح به دنبال سخنان آقای خامنه‌ای پیرامون بی‌بصیرتی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 88 و انتقاد از قدرت تشخیص پایین مردم بیان شده است. اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید. بصیرت، خطاهایی که بعضی از افراد میکنن، ببینید در جامعه خودمونم گاهی خطاهایی میکنن، بر اثر بی‌بصیرتی است. آقای مصباح گفته است رهبر انقلاب قدرت تشخیص پایین مردم را به بی‌بصیرتی تعبیر کردند و همین عامل را یکی از دلایل فجایع میدانند. حضور مصباح یزدی به عنوان سخنران درس اخلاق در دفتر آقای خامنه‌ای در قم با انتقاد گروه‌های اصولگرا و تهیه گزارش مجلس از حادثه حمله به علی لاریجانی در این شهر همزمان است. اتفاقاتی که موجب شده اند تا نگاه‌ها باز به سمت مؤسسه‌های نزدیک به مصباح یزدی جلب شود. در گزارش اولیه کمیته بررسی مجلس از مؤسسه امام خمینی، گروه پرتو و سپاه قم به عنوان سه نهاد دخیل در حمله به سخنرانی علی لاریجانی در قم نام برده شده است، اما گزارش آنها به دلیل مخالفت نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و برخی فشارهای خارج از مجلس هنوز در صحنه علنی قرائت نشده است و آقای مصباح نیز تقاضای دیدار کمیته تحقیق مجلس را رد کرده است. شاید باید منتظر خلق اصطلاحی جدید در ادبیات جناح اصولگرا برای مخالفان و منتقدان حکومت باشیم. مخالفانی که دیگر نه از بدنه حکومت و یا به تعبیر آقای خامنه‌ای خواص بی‌بصیرتند، بلکه این بار مردم ایران و عوام بی‌بصیرتی توصیف شدند که در موافقت و پیروی تمام عیار از رهبری کوتاهی کردند. میثم ارشدی، تلویزیون رها. و خبر آخر این که محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس و بازیگر پیشکسوت تئاتر، امروز در سن 63 سالگی درگذشت. او مدت‌ها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. استاد محمد در سال 1329 در یکی از محلات قدیمی تهران به دنیا آمد. فعالیت‌های نمایشی خود را با بازی در نمایشنامه‌های بیژن مفید آغاز کرد و با بازی در نمایش شهر قصه در سال 1347 در نقش خر به شهرت رسید. او همچنین خالق نمایش نامه های ماندگاری همچون آسید کاظم، شب 21، سرای رنج و شکنج و دیوان تئاترال است. استاد محمد زندگی پرفراز و نشیبی داشت. اشتیاق به راه اندازی یک گروه نمایشی باعث شد در سن 21 سالگی عطای پایتخت نشینی را به لقایش ببخشد و راهی بندرعباس، یکی از جنوبی ترین شهرهای کشور شود. پس از انقلاب و در اواسط دهه 60 مثل خیلی از ایرانی‌ها راهی کشور کانادا شد، اما در سال 1377 به کشور بازگشت و فعالیت‌های خود را از سر گرفت. بیمارستان جمع تهران سحرگاه امروز شاهد وداعی هنرمند با زندگی بود. داشتیم چی میگفته؟ بنویس. ما را دیوونه و رسوا کرده. علیته. ما را آواره صحرا کردی. علیته. آخه ما واسه خودمون معقول آدمی بودی. دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی. حالیته سر و سامون داشتیم، کس و کاری داشتیم. هی دیگه، یادش بخیر.
پدرمون جورابمون وصله میزد، ما رو نفرین میکرد، بابامون خدا بیامرز سرمون داد میکشید، بهمون فوش میداد، با کمربند زمون اجباریش پامونو محکم میبست، ترکیه های آلبالو رو کف پامون میشکست. حالیته یاد اون روزا بخیر، چون بازم هرچی که بود سر و سامونی بود. حالیته ننه بود که نفرین بکنه بعد نصف شب پاشه لحاف رو آدم بکشه، که مبادا پسرش خدا نکرده بد شد، که مبادا نور چشم سینه پهلو بکنه. حالیته بابایی بود که گاه و بیگاه سرمون داد بزنه، با همون دعوا کنه، با همونو فلک کنه، بعد صبح زود پاشه ما رو تو خواب بغل کنه، عشقای شب قبل که روی صورتمون مسیده بود کم کمک با دستای زبر خودش پاک بکنه. حالیته میدونی بابامون چند سال پیش عمرش داد به شما، هرچی خاکمون و عمرت تو باشه، مرد زحمت کشی بود، خدا رحمتش کنه. ننه هم کور و زمینگیر شده، ای دیگه پیر شده، بیچاره قصه ما پیرش کرد، غم رسوایی ما کور و زمینگیرش کرد. حالیته اما راستش چی بگم، تقصیر ما که نبود، هرچی بود زیر سر چشم تو بود، یک کار تو راه ما سبز شدی، ما رو عاشق کردی، ما رو مجنون کردی، ما رو داغون کردی. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.